سلام. سلام به همه هموطنان عزیز، سلام به همه جوانان عزیز و سلام به همه همزبانان عزیز که نشستین و پروگرام امروز ما رو میبینین. امیدوار هستم در هر کجای این کره خاکی که هستین خوش و سرحال باشین و انشالله یک روز خوش را هم شروع کرده باشین و همیشه زندگی به طبق میلتان سپری شود. خب بلبل جان، نارنجی جان هم سلام علیکم میکنن. سلام بلبل جان، نارنجی جان. سلام جان، شما خوب هستین؟ بله خوب. سلام بیننده عزیز. سلام بلبل. سلام نارنجی، چطور هستی؟ خوب الحمدلله، چطور شد هستی؟ من خوب تشکر. ما خوش هستم برزی که اید نیایم میفهمی؟ آه انشاءالله بخرم سه شنبه اینجا هستن با امریکا. سه شنبه باز ما ایدی میگیم نه؟ آه ایدی را خب باید میگیرم انشاءالله. انشاءالله. خب از این موادی را که در این پروگرام جای دادیم عبارت از یک پارچه آهنگ بسیار مقبول و همچنان طبق معمول راز دل هفته است و مطلب داریم از نارنجی جان و همچنان به تلفن هم جواب میتیم و یک مصاحبه داریم با یک جوان افغان که نام خدا به ایسن جوانی یک کتاب نوشته کرده الحمدلله و اون سر افغانستان و ما واقعا بهش افتخار میکنم و او بلال جان حیدر است که انشالله همراهش یک مصاحبه ترتیب دادیم و باز در خدمت میباشیم انشالله. خوب ایسان، در قسمت راز دلی هفته خواستم یک موضوعی را دربارش گپ بزنیم که واقعا هر کدام ما به نوعی همه روزه همراهش سر و کار داریم و این موضوع است که مثلا به دنیایی که ما آمدیم به دست خود ما نبوده، نه که روزی که ما به دنیا آمدیم به دست ما نبوده، یا قسمی که هستیم، یا مثلا اگر قد بلند هستیم قد پخش هستیم، اگر رنگ ما تیره است رنگ ما روشن است، اگر مقبول هستیم اگر نیستیم، اگر دختر هستیم اگر بچه هستیم، اگر قد ما بلند است یا قد ما پخش است، اگر گرد است مثل نارنجی، اگر گوش نداشته باشیم گوش داریم. اینا کلش چیزایی بوده بلبل جان، نارنجی جان، که خداوند دیره به ما داده و یا اگر بعضی هم میگن طبیعت، هرچی که باشه، خب ما مسلمان هستیم، ما به می عقیده هستیم که خداوند اینا رو بر ما داده. بله. اما و ما هیچ کارم دربارش کرده نمیتونیم، بهتر هم ایست که فقط ما خود قبول کنیم و صبر داشته باشیم قناعت داشته باشیم. قناعت چیزی که هستیم اگر به مو باشیم و به مو افتخار کنیم و همین جاست که میتونیم ما خود بسازیم. بله. اما چیزی که واقعا به دست ماست او عبارت از کردار و رفتار و پندار ماست که ایره ما میتونیم درست کنیم بلبل جان. بله. یعنی ما میتونیم که سر رفتار و کردار خود کار کنیم و خود یک انسان خوب بسازیم. مثلا اگر بلبل جان نارنج جان یک آدم بسیار خوشقد و خوشقواره و بسیار یک آدم مقبول است. بله. اما شخصیت انسانی نداره. اما بلبل شخصیت خوب دارم. عدوش هم داره. عدوش. نارنجی تشکر. اگر که امور نداشته باشه. بله. یعنی شاید بر یک روز یا دو روز یا چند ساعت آدم امروش بتونه که باشه و نه. اما بعد از او چون کرکترش کرکتر انسانی نیست. بله. اموز که آدم ازش خسته میشه و ایلایش میده. دلال که اگر یک آدمی که مثلا از نگاه شکل و قواره اوقدر خوبم نباشه، اما یک انسان بسیار خوب است، مثل نارنجی و او را واقعا آدم از بودنش لذت میبره و از این که امرایش صحبت میکنه و روز به روز محبت آدم امرایش زیادتر میشه و هیچ وقت نمیخواید تا از پیشش پس شود. راست میگم. و واقعا این چیزیست که خداوند بر ما به دست ما مانده که ما سر خود کار کنیم تا اعمال و رفتار و کردار و پندار ما انشالله یک چیز خوب شود و می امیده که همه ما متوجه زی باشیم و چیزایی را که خداوند به ما داده و طبیعت داده او را قانع باشیم و قبول کنیم و به چیزایی که به دست خود ماست که عبارت از همی شخصیت ماست سرزی کار کنیم و انشالله همه دست به هم بتیم، همه با هم میربان باشیم و می امید که همه ما همیده گوش ما باشه. میریم یک آهنگ مقبول میشنیم، با ما باشین، جایی نرین. باز بعد از آهنگ انشالله با بلال جان حیدر یک جای مصاحبه رو میریم انشالله.
خب با معذرت این آهنگ را که گذاشتیم متاسفانه کم کوالیتیش درست نامد، چون بعضی دی وی دی ها بلبل جان نارنجی دارن و خیالم با یکان سیستم هم خوب مفته، با یکان سیستم هم درست نیست. از او خاطر همین معذرت قبول کنین و انشالله یک آهنگ دیگر حال میمونن و باز او رو میشیم. جان من بلبل برتن میخونه. خودت بخوان یک دفعه. نه تو تنها یاد داری که مره میشنمانی تو آواز نمیشنی تو. خب انشالله خواهد کنه که اتاق فرمان حال امو آهنگ دیگه رو بانن بر ما و که آهنگ بشنویم و باشم بگن نمیمانیم که ما تا سه اگه ساب کردیم بلبل میخونه. باش که ببینیم که آمد چه جان اگر که اول بر ما بتن که بله. چطور شد که ما بفهمیم بله. وگرنه در غیر سو پرکتس کده گره گره گه 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 بسیار خوب بسیار عالی باشین که بخیر ما آهنگ درست شد و حال هم میریم آهنگ بیریم نامدن خانم ایران است، از نامدن خانم ایران است. دیشب همه شب گریه ها کردم، دیشب همه شب گریه ها کردم. وی بیرون نروی میده باران است، بیرون نروی میده باران است. اگر سوز شبان روز مرا دامن نزدی آتش جان سوز مرا، دانستی اگر سوز شبان روز مرا دامن نزدی آتش جان سوز مرا. از خنده ای دیروز حکایت چی کنی، بازای ببین گریه امروز مرا. از خنده ای دیروز حکایت چی کنی، بازای ببین گریه امروز مرا. تا آمدن دل پریشان است، تا آمدن دل پریشان است. از نامدن خانه ویران است، از نامدن خانه ویران است. دیشب همه شب گریه ها کردم، دیشب همه شب گریه ها کردم. بیرون نروی میده باران است، بیرون نروی میده باران. غم تو بسته داره مای دوست، درد تو به جان خسته داره مای دوست. ما دل و غم تو بسته داره مای دوست، درد تو به جان خسته داره مای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داره مای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، مونیز دل شکسته داری ای دوست. تا آمدن دل پریشان است، تا آمدن دل پریشان است. از نامدن خانه ویران است، از نامدن خانه ویران است. دیشب همه شب گریه ها کردم، دیشب همه شب گریه ها کردم. وی بیرون نروی میده باران است، بیرون نروی میده باران. خب عزیزان، حالا هم قرار وعده گفتیم که مصاحبه داریم با یک جوان عزیز و بلال جان حیدر که اینجا هستن. سلام بلال جان. سلام بلال جان، چطور هستین؟ خوب، تشکر. نام من نارنجیست و من بلبل هستم. ما فرمایش شدم نی؟ یکی دیگره. بسیار خوب. خوب عزیزان، بلال جان حیدر که نام خدا به اسم جوانی نویسنده یک کتاب است و یک کتاب نوشته کردن
که کتابش هم اینجا ماندیم به سر میز و ما واقعا بهش افتخار میکنم و حالا مصاحبه خودم شروع میکنیم. خب بلا جان خان، سوال اول که من از خودت میکنم، اگر که خود معرفی کنی بر بیننده های عزیز که در زبان خودت. بلال ایدر هستم، 17 سال هستم و در صنف 12. صنف 12 هستی، بسیار عالی، بسیار خوب. خب بلا جان، در مکتب هم خودت نام خدا خوب فعال هستی نی؟ بله، بسیار چیزا میکنم، در مجله مکتبم کار میکنم و بازی میکنم، واتر پولو بازی میکنم، بسیار چیزا میکنم در مکتبم. بله بسیار عالی. چی و نام خدا کار دیگه که کردی که من بسیار باید یعنی زیادتر افتخار میکنم ایست که خودت یک کلاب، هیستوری کلاب، یعنی بسیار یک کلاب تاریخ هم در مکتبت باز کردی. بله، میتونی درباره اش کم بگی؟ بله، کلاب تاریخ ما باز کردیم از خاطر بسیار اولادا در مکتبم تاریخ بسیار سخت بود براشون. باز خصوصا درباره افغانستان هیچ کس نمیفهمه. هیچ کس هم نمیفهمه در امریکا بسیار. برای ما هم سخت است که باز کردیم. باز کردیم، گپ میزنیم، نان میاریم. بسیار من خوش دارم از خاطر بسیار نفر رو تا که اونا رو در مکتبم کلاگی میفهم از افغانستان، کلاگی میفهم من از کجا هستم، فامیلی من از کجا هست. باز بسیار فکر میکنم خوب است برای کلاگی. بسیار. و ایچقدر اگر خوب است بلبل جان لانجان آفرینش، یعنی بلال جان در سن کم تانیستی در مبین مکتب درباره افغان ها گپ بزنی و اشناف تاریخ و روی افغان ها رو بلند برده. بابا ما تو یک روز بریم دیدنش. آه بابا، میتونیم که اگر کده بلال جان گپ بزنیم که به مکتب خود ما هم یک هیستوری کلاب اگر شروع کنیم، یاد ما بتن چه چطور کنیم. خب بلال جان خان، ایام کتابت هست که نوشته کردی و یعنی میخوایم ببینیم که یک کتاب تا اینجا ماندیم پیش بلال جان. نام کتابشون چیسته؟ نام کتابش خوبتر است که خود بلال جان حالا تسلسلش گپ میزنه و اینا. A Country Struggle for Identity. Identity. و این کتاب یعنی چی باعث شد که کتاب خودت نوشته کردی بلال خان؟ یک پروژه بود در مکتب ما. میخواستم یک فیلم جور کنم از روساد افغانستان. بسیار خوبه. این فیلم رو جور میکردم مگم ایش نفهمیدم که یک کتاب جور میکردم مگم که بسیار نفر رو گپ زدم، وزیرهای کمونیستی، وزیرهای افغانی، مگم کلسان یک تاریخ برمداد. مگم ایش تا که خلاصم شدم ایش نفهمیدم تاریخ افغانستان چی است، افغانه از کجا آمد. رفتم خواندم که دیگه نفر رو گپ زدم، بسیار چیزا گرفتم. باز بابای مادرم گفته می تو ایره خلاص کنی یک کتاب میشه. هیچ فکر نکردم که کتاب میتونه شو، مگم ای برای یک فاکولته دادیم و انای کتاب درست شد. بسیار خوب. و چقدر عالی سکن بربر جان اونجان. ما که میگیم که یک وقت یک چیز رو آدم شروع میکنه، بله، اما آدم نمیفهمه که آدم بوده کجا میکشنه. بله. و می باعث از این شد که مثلا بلال جان این کتاب نوشته کرد و انشالله در آینده شاید کتاب های بسیار خوب نوشته کنه یا داکومنتری های همون که میتونن که همشون میتونن تهیر کنن فیلم های خوبش به باره افغانستان. حتما حتما. نام خدا بسیار بچه بایستی داد هسته. باز در طول همی مصاحبه که داریم انشاءالله میبینین که چقدر بچه نام خدا خوب بایستی داد. کمه ما بهش افتخار میکنیم. خوب عزیزان، چون بلال جان اجازه خودتان بلال جان جان، چون هفته بیشتر ما اعلان کردم که امرای سفیر صاحب کبیر افغانستان در واشنگتن دی سی آقای سید طبیب جواد ما در تماس شدیم و اونا میخواستن که مسیج برای سال نو برای جوانا و فامیلای افغانستان بتن. اما متاسفانه و چون خودشان مصروف بودن، بله، وابسته فرهنگیشان که حامد جان علمی هستن، بله، اونا هم این مسیج میدادن، اما متاسفانه با تغییر وقت و اینایی که هست ما موفق نشدیم هفته پیشتر. بله. از او خاطر حامد جان علمی امروز سر خط میاین و میان روی خط هستن
و میخواین همین مسیج بر شما جوانان عزیز بتن. بلا جان خیمی یک دقیقه مصاحبه را قطع میکنیم و میریم به تلفن آمد جان و بعد از برمید. بله بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام آمد جان. بله شناختم از صدایتان. خوب است آمد جان. بسیار زیاد تشکر از این وسی وطن دوستیتان و وطن پرستی شما و تمام کارکنانتان و خود آقای سفیر. من واقعا ممنون هستم که به جوان مملکت اهمیت قائل میشین و ریخت آمدین تا مسیج بتین. واقعا من بسیار ممنونتان هستم. بفرمایین آقای آمد جان. بسیار تشکر. اگر که هفته گذشته میخواستید به شما و طریق شما به تمام جوانان که شما برای برنامه دارین نوی سویر باشن تحبیق ببین، ولی بنابرای پاره ای از مشکلات تخنیکی نتانسته با هم دیگه وصل شدید، بنابرای هنوز هم دیر نشده. بله میگن مایی در وقت از او بگیری تازه است. بله سندوری بمستان. من از طرف جواد ماب سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن و همه کارکنان سپرکوبه افغانستان سال نوی سبیل برای شما و از طریق شما بر شنوندگان تان بودتن در جوانانی که در برنامه شما میشنوند و در ایالات متحده آمریکا زندگی میدارند و در سراسر دنیا. اگرچه سال نوی ما اول حمل یا یک ماه است، ولی چون در این کشور زندگی میکنیم و با این تقویم سر کار داریم، بنابراین بیجانه خواهد بود تا سال نو تجلیل کنیم. ما به تمام جوانانی که در مکاتب و در پهندونا هستند یک سال خوب باشن میخواییم و سال موفقیت آمیز باشن میخواییم و خدا کنه سال نو تحصیلی و تعلیمیشان هم سپری کنند، نمرات بسیار خوب به دست بیارند و بتوانند این جوانان آینده افغانستان ما که سخت برشان جا داریم و افغانستان برند به کشور خود مسئله خدمت شوند و کشور خود آباد و سرلرم سازند. بسیار زیبا، چه خوب، یک مسیج بسیار خوب دادین آمد جان. یک دنیا تشکر میکنم ازی. آمد جان خند یک سوال دیگه میتونم ازتون بکنم، وقت دارین؟ همین سوالی که میکنم به خاطر همین نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان که هست، کمی خبرش داغ است، امور میتونین یکم معلومات اگه برای جوانا و فامیلای کشیشتن میبینن بتین؟ بله کمیلشان، این مسئله نمایش آثار باستانی افغانستان بله گنجینه باختر اسمش هم بوده. چی یک نام مقبول، مرا بسیار از این نام خوشم آمد. بلا بسیار نام زیباست. دوستان به این طرف وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و توریسم و دولت افغانستان روی این مسئله کار میکنم. بله. ما هدف از این چیست که ما در افغانستان آثار طلایی، آثار گنجینه باختر یا آثار دوره باختری و دوره کوشانی هستند. بله. آن وجود دارد و خوشبختانه در طول سالهای جنگ عده زیادی از این آثار محفوظ مانده. ما هدف داشتیم که آثار چون در فعلا در شرایط افغانستان در شرایط نیستیم که توریست ها و جهانگردها به کشور ما بیاین، بنابراین ما از ابتکار کار گرفتیم اونسه که ما میخواییم کمی آثاره به چهار تا گوشه دنیا یا به حداقل به هفت یا به یازده کشور یا به یازده شهر دنیا به نمایش ببریم. در این مسئله تقریبا دو ساعت پیش کار میکنیم و زمانی که ما تصمیم اعلان کردیم، خوشبختانه این تصمیم ما از طرف نهادهای فرهنگی و موزیم‌های جهان با استقبال بسیار زیاد مواجه شد، چرا بعضی آثار است که اصلا کس تا حال ندیدش و در افغانستان بوده و آثار است که حتی متاثر به کشور است و جزی از گنجینه افغانستان و جزی گنجینه جهان به شمار میده. بنابراین این مسئله را ما روش کار کردیم و دو سال به این طرف یک مشکل به خودی پور باید از نبودن مقرره یا لایحه‌ای است، چرا افغانستان امروز به طرف قانونمند شدن پیش میره و هر کاری که باید صورت میگیره باید در چوکات قانون برابر باشه. بنابراین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اول مقرره یا لایحه ترتیب داد که چطور میتونیم آثار باستانی ما به کشورهای جهان به نمایش گذاشته شود. ما تصمیم داریم که اگر ما میخواهیم که این مسئله با شنوندگان و با هموطنان ما در طرف دنیا که اصلا در میان بگذاریم تا نظرات شانه در این مسئله جلب کنیم و من از شما تقاضا دارم که اگر شما وقت داشته باشین یک برنامه جداگانه در ارتباط داشته باشیم تا بتوانیم که سوالات و نظرات شنوندگان و بینندگان شما هم جلب کنیم تا بتوانیم به خاطر نمایشگاه، نمایشگاه یک فرد نیست، یک دولت نیست، نمایشگاه ملت افغانستان است و به این مسئله تمام مردم افغانستان انشاءالله تا چند سال آینده به این افتخار خواهد کرد که ما توی این اگاتا و توی یک فرهنگ غنی داریم. بنابراین مختصر به شما عرض میکنم که ما تصمیم گرفتیم که حداقل به هفت یا هشت شهر جهان که یکی از سه شهر در ایالات متحده آمریکا است
حسین زمانی که 11 سال برمیگرده از نمایشگاه 7 سال پوره بشه در چارچوب دنیا به نمایش داشته بشه، دوباره در خانه اصلیش، خانه جدیدش که یک موزیم تازه در کابل خواهد بود، در اونجا انتخاب بشه و به دنبال از این صدها نفر جهانگرد و سیاح به دیدن از هنر باستان بعد. ما از تدوین این نمایشگاه سه هدف داریم. اولی که نشان دادن فرهنگ غنی و فرهنگ کهن افغانستان است. متاسفانه جمعه شما همه 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 اطلاع دارن که در طول 20-25 سال همیشه نام کشور ما با جنگ و با تفنگ و با مواد مخدر و بلاخره با کشتار و بمبازمان گریه خود بود و در حالی که ما یک فرهنگ غریب داریم و سالها قبل از جنگ زمانی که نام افغانستان در احسان خواد جهان گرفته میشد مردم به فکر درهای زیبایش، به فکر آهوی مارکوپولوش، به فکر بند امیرش، بتهای بامیانش، هوای مناسبش، نان لذیذش و بالاخره مهمان نوازی مردم در خاطرش زنده میشد. ولی به طول 20-25 سال متاسفانه ما افغانستان با این چیزی که ذکر کردم گریه خورد. ما میخوایم دوباره با نمایش دادن این آثار نام افغانستان دوباره به حیث یک کشور دارای فرهنگ بسیار غنی و بسیار قوی و کهن معرفی کنیم. یک هدف. هدف دوم ما از این است که ما بتوانیم توریست خواهد جلب سیاحین جلب توی کشور ما دارهای جایی که سیاحین زد دلچسپ است دوان است و میخواییم که سیاحین دوباره به کشور آمدن و لیتونی قاعدات بسیار زیاد را نصیب ما شد و نصیبتیم مثل پولیس که ما از طریق که نمایشگاه بزنیم شاید تنها از آزانه را تا بیدون آزانه را به کشور خود آید کنیم. بنابراین روی مثلا کاش را و ما آخرین اخباری که از کابل هفته گذاشته یا طول می هفته داشتم این بود که ما تصمیم داریم که نمایشگاه کوچک یا یعنی نمایشگاه کوچک در داخل کابل دایر کنیم و انشاءالله این نمایشگاه در قصر یا جمعی خواهد بود. تصمیم است که انشاءالله در اواسط ماه فوریه دایر شود و در اونجا از تمام سفارتخانه ها از تمام موزیم های جهان دعوت کنیم نمایندگان ارسال کنند. زمانی که نمایندگان ارسال شد بعدا این ما اعلام میکنیم که کدام یک از یک نهاد اجتماعی فرهنگی حاضر است که این نمایشگاه مسئولیت بگیره و این آثار باستانی به دور دنیا ببره به نمایش و تام قراردادشان پیشنهاد چی خواهد بود. مسئله بسیار عمده که به شما فیلن مسئله عمده که به شما دارد از بینی آثار است. آثار منحصر به هر درست آثار منحصر به دیگر نمایشگاه وجود نداره. هم یک از هر کدامش یک نمونه داریم ما و دیگر دنیا وجود نداره. ما بینی از این البته ما محتاط هستیم که بینی باشه که خود کشورها یا شرکت های شخصی بلکه کشوری که نهادی که ایره میزبان کشور میزبان بینی از این وزارت خارجی یا کشور باید ضمانت کنه و ما روی صندوق هایی که انتقال داده میشه روی زی کار میکنیم با صندوق هایی باشه که اگر خدای نخواسته قیاره حامل یا آثار هم سقوط کنه اون صندوق ها مانند این بلک باکس میگه قیاره از اصل آتش نزی و زنبی زدن بین نمیره اون بقصه باشه که خدای نخواهد تیاری حامل هم سقوط کرد یه آثار معدبر نره. ما روی کار میکنیم و آثار هستیم که هر شنونده ما، هر بینده ما، هر افغان ما که در هر دقیق دنیا کسی اگر یک قسمت معلومات داره یا به نمایشگاه دیگه مثلا به نمایشگاه کشور دیگه رفته یا به کجای خانده این معلومات خدا یا دانش خدا با ما در میان بگذارن و ما در خدمت هستیم چون به خاطر که در دو ماه آینده انشاءالله اعلان خواهد شد که کلام اینها دیره به دور دنیا میبره و اگر تا دو ماه آینده موافق شد در نهاد معتبر و میانه که ما در نظر داریم در پیدا کردیم بعد انشاءالله در دو سال آینده ما اولین بار نمایش آثار باستانی خود در دور دنیا به نمایش میبریم. بسیار عالی آمد جان، بسیار تشکر از یه قدر معلوماتی که دادین. انشالله قسمی که گفتین یک چون ای آثار مربوط تمام کشور افغانستان است و هر افغان به ای یعنی میتونه دبارش تصمیم بگیره و از جان دل اینا رو نگاه کنه و به اینا افتخار داشته باشه و انشالله ما یک پروگرام دیگه میگیریم که شما اگر روی لین بیاین و ما یعنی از جوانای ما که واقعا رقمی که شما گفتین امید تمام مملکت به طرف از ایناست نظر از اینا رو بگیریم، نظر هموطنای ما. اما این گپ که شما گفتین چقدر یک گپ خوب است برای از اینکه ما میتونیم هم از یاید داشته باشیم و هم مردم دنیا که تا حال گفتی شما از افغانستان هیچ اطلاعی ندارن یک اطلاع عمومی چون اونجا وقتی که اینا به نمایش گذاشته میشه تمام اهل دانش و اهل تحقیق و یعنی تاریخ نویسا و اینا کلاگی میرن از این دیدن میکنن
و باز بعد از این میتونن درباره از این کتاب ها نوشته میشه، سر تاریخ افغانستان کار میشه. و الحمدلله امروز آمد جان برتان بگویم که من هم میمانی که دارم بلال جان حیدر، این خود از یک کتاب سر افغانستان نوشته کده و در این یک چند بسیار رسمای مقبول هم رسم نه دیگه تابلوهای عکسای بسیار مقبول از افغانستان بود که من اینم کم کم به کمرا نشان دادم و این چقدر خوب شد که همین خودش با هم یک پیوستم شد، یعنی جوانای ما اینقدر علاقه میگیرن. مثلا دیگه میخواستم ذکر کنم که تنها نمایش آثار باستانی زمان که ما دسته یک نمایش میگه تنها نمایش آثار باستانی نه باشه، بلکه بله. در موزیمی که این نمایش داده بشه، البته در موزیم شاید به 3 ماه 6 ماه طول بکشه تا یک موزیمی آثار باشه، بله. پهلوی یادو در این در غرفه موزیم ما پوست کارت های افغانستان، صحنه دستی افغانستان، کتب بله. که در آجی و افغانستان شش پوسته کتاب دستی یک پوسته خاص به این مثلا ما به چاپ بریم، صحنه دستی افغانستان، کتابایی که معرفی از افغانستان، معرفی فرهنگی افغانستان هم به غرفه هایش به فروش برسن. من انشاءالله به شما نگاه شما به شما اطمینان بدم که اگر یک بار خدا بخواهد توفیق ها توفیق بده که ما یافتار رو بتابه دنیا به نمایش بوریم، شما خاطر تا دو سال آینده انشاءالله هر کسی هر افغان ما بوده هر نقطه دنیا هستن به نام کشور خود افتخار خواهد دارن، فرزند خواهد دارن و به امتیای خود و جوانان ما که در پرتونا هستن در مکاتب هستن به همسرکار خود به معلمان خود بسر بلند بوه که ما کشوری داریم به نام افغانستان و شما در فلان موزیم برین و آخر مشاهده که ما 5000 سال تاریخ داریم که با تاریخی که طلای ما 5000 سال کرامت داره. بسیار بسیار قدم خدا دستتان درد نکنه، خدا خیرتان بده آمد جان و تمام دستندکاران امی پروژکت، و ما واقعا بهشون افتخار میکنیم و بسیار کار عالی است که ما میتونیم از این رو چطور بلال جان خودت هم فکر نمیکنی که ما میتونیم افغانستان ما بشناسانیم به دیگه دنیا، و باز اون وقت شما میبینیم که چقدر کتاب سر افغانستان نوشته میشه، سر تاریخش که تا حالا همگی مثل یک یعنی یک گنجینه ما داریم اما در زیر خاک و ای که از زیر خاک میبره بیرون و سر از این محققین سر از این کتاب نوشته میشه، بسیار مردم در غرب علاقه میگیرن که و دارن بسیار علاقه که تو یک چیز را در بارش برن کار کنن، تحقیق کنن و اینا باز پس میرن در افغانستان در سر از اون منطقه اینا تحقیق میکنن. این بسیار یک گپ بسیار کلان است و بسیار یک گپ جالب و مثبت و پروژه ملی است. بسیار که هر قرار روی از این صحبت شده برای ما مهم است به خاطر ما هم تجربه کافی در کتاب نداریم. ما هم از حدود 8 ماهی که ما شده به واشنگتن آمدیم بله از چه فرهنگی مقرر شدیم 8 ماه تلاش می بوده با هر کی تماس برسیم به هر بنهادهای اجتماعی برم ببینم که کی به این تجربه داره. بسیار عالی. وقتی به یاد مدرگه میکرد بعض از نهادهایی هستن که قبل از یک تجربه داشتن، مثلا آثار تلاهی بلغاریه، آثار تلاهی کوستاریکا، آثار تلاهی بله. نفت آوردن و چند وقت دو مرسی با خلق مرسی لندن که بخاطر که بلدش موزیم یه موزیم ملی برطانیه آثار دوره حقامنش ایران هست آورده بودن. بنابراین ما همه نظرات جمع کرده به کابل روان میکنیم و باز ما شما تقاضا دارم که هر شنونده شما هر افغان ما که یک کمت تجربه داره یک چیز دیده به نمایشگاه رفته ما را در جیران بگذاره از معلومات شما استفاده میکنیم به خاطر که این یک مثلا یک شخص یا حکومت نیست، این مثلا افغانستان است و ما میخواییم که یاسار به قسمی که شان به شان افغانستان برابر است نشان باشه. یک مسئله دیگر رو میخواستم به شما بگم که وقت شما بله آمیجان خان بخاطر میمان دارم و بله خب همین مطلب چی تر کنین باز انشاءالله یک پروگرام خاص ما برای شما میمانم که باز انشاءالله با بیننده ها یک جای یک پروگرام بپیجن. بله بفرمایید. مسئله آخری میسته که این آثار مدرسه در طول 20 سال و 25 سال در بین صندوق ها بوده و طبعا زمان صندوق ها باشه این حالتش خوب نیست، بنابراین این آثار قبل از این برنامه اجرا شده این ما ضرورت داریم که این با پاکاری کنیم و زمانی که ما با نهادهای فرهنگی یا موزیم ها تماس بگیریم در دنیا فقط در دو محل دو شهر گفته شده که با پاکاری آماده هستن یا لابراتوار پاکاری وجود داره که در توکیو است بلکه در نیویورک و